میگم دیشب خونه دفنه چه خبر بوده ها؟ چه خبری میخوای؟ رفتم پشت در دیدم خانم دفنه با آقای دنیز با هم؟ ولی دنیز چرا پاشد رفته اونجا؟ همون روز قبلش با هم بودن که معلوم شد که میخواد خانم دفنه رو دلداری بده. چیه؟ چی میگی؟ این دلداری هر شب و اصلا نمیتونم بفهمم. فکر نمی کنی یه ذره دیگه زیادی شده باشه؟ یاشیم برو لباستو عوض کن. اینجوری میخوای جلوی معاون وزیر حاضر بشی؟ آیه یعنی من با چسبوندن این تخته دارم به دفنه صدمه میزنم؟ آره؟ پس آراز تکنولوژی؟ بله مامان بزرگ. اون کلا بردارم همونجاست. آره مامان بزرگ اونجاست. اگه ببینیش میشناسیش؟ بله میشناسم. فهمیدم. ادریسم چیر مادر بزرگ بیا. باشه مامان بزرگ دارم میام. عزیزم کجا داری میری؟ میریم شرکت عمه تا اون پسری که سینه های عمه رو دیده پیداش کنی. آخ سینه بدبخت شدیم. بدبخت مادر بزرگ داره میره شرکت دفنه. چی؟ کجا گفتی داره میره؟ پیش دفنه میخواد بره اونی که سینه هاشو دیده پیدا کنه. لیلا چرا جلوشو نگرفتی آخه؟ مگه مادر بزرگو نمیشناسی سینا؟ برو جلوشو بگیر یالا. آخ مامان بزرگ دوباره اومدی همه جا رو بهتره کنی. بله داداش. داره میاد اینجا؟ آدی اسکی همین الان بیا جلوی شرکت، بیا جلوی در وایسا. مامان پنبه داره میاد اینجا دنبال کسی که سینه های منو دیده. منظورم یالینه. داداشم داره میاد ولی یه مقدار دوره. مامان پنبه نباید بیاد تو بگیرش. بسه بندیش کن بذارش تو صندوقم. چیکار کنم؟ بر رو بر داره منو نگاه میکنه. چشم در اومده ایک بیری. چی شده؟ منتظر دنیزی؟ طاقت دوریشو ندارم اینجا منتظرم. ای برو دیگه، همینجوریشم عصبیم. نه اینکه همیشه آروم و خوش اخلاقی. برو با میمونت دنیا بازی کن. دست از سرم بردار. حسودی میکنی؟ با من شوخی میکنی؟ من دیوونم. بدتری دفنه. بمیر یالی. پدر بزرگ خوش اومدی. ممنونم پسرم. سلام دخترم. سلام پدر بزرگ. دفنه مهندس جدید ماست. دفنه پدر بزرگم آقای سوبن. از آشنایی با شما خوشحالم. افتخاری برای من دختر بزرگ. بیا پدر بزرگ بیا با هم بریم اتاق من، میتونیم اونجا با هم صحبت. با اجازه شما. اختیار دارین. بفرمایید. یه چوریه این. چقدر بدبختم من. ببین پدر بزرگی بقیه چقدر آقان. اون وقت مادر بزرگی منو نگاه کن. دارم دیوانه میشم. اوف چرا اینا تموم نمیشه؟ چرا ماشین دستن را نمیره بجو؟ آتیش گرفتم. حسنم سر گفت.
برای رو دیگه که منم عطل کردی آخه به تو بابا برا دیگه را برا چیه دفنه؟ چه خبر اومدی؟ مامان پنبه رو دیدی اونو بسته بندی کردی تو صندوق عقب گذاشتی خواهش میکنم بگو آره نه دفنه ولی دارم میرسم اونجا وای چیه؟ آی خدای من هم اینو کم داشتم آخرش این دختر منو دیوونه میکنه دیوونه احمق تو هنوز اینجایی؟ خوش اومدین معاونت مدیر سلام یالین چطوری؟ ممنونم خوش اومدید سلام. ممنونم آقای سورای اومدن؟ بله بله اومدن بفرمایید داخل یه دیگه چیه؟ بجم شیر مادر بزرگ این به سر است نه مامان بزرگ باش این یکیه نه مامان بزرگ این یکی هم این یکی چی؟ مامان بزرگ اینم نی بریم اومدم تو ترافیک بودم باشه تا یالین شروع به حرف زدن کنه رسیدم میکنی. نمیتونی درست رانندگی کنی؟ سلام آقا خوش اومدید دکتر این همون دوست پسر دفنه نیست خیلی زود به زود دلش تنگ میشه ببینم منو تعقیب میکنی؟ چی؟ آخه من چرا باید تو رو تعقیبت کنم؟ اگه دیرم نشده بود برات خیلی بد میشد اوف پلاک اون پژو رو بردار ماشینم هم درست پارک کن آ سینا چی شده مام بزرگم اومده مام بزرگم چی بیا بریم بیا یه علاقه قشنگم کجایی سرگیجه گرفتم سرگیجه دختر پوشیدن دامن اینجا ممنوع شده نه خیر پس شما فراموش کار شدی فراموشکار؟ چی میگی تو؟
پس دامنت کجاست؟ ها؟ برو 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 را بیافت. منو به حرف نکش کار دارم، وقتمو میگیره این مرد است. نه مامان بزرگ. اوی او این بود. اینم نبود. معاونت محترم، همونطور که تو نمونه ها مشاهده میکنید، میلیون ها داد از بیمارستان های سراسر کشور اینجاست، اما هیچ کدوم از ما از این داده ها سردر نمیاریم. آره، مثل ماتریکسه. برای همین این برنامه دسته بزرگی از داده ها رو که برای ما معنی نداره تفسیر میکنه و برای ما قابل درک میکنه. به لطف این برنامه ما میتونیم وضعیت سلامت ترکیه رو هر ثانیه کنترل کنیم. فکر کنید شما تو دفتر خودتون توی وزارت بهداشت هستید و این صفحه جلوی شماست. شما به این گرافیک نگاه میکنید و میبینید مثلا تو کشور ما در حال حاضر 457,000 نفر مبتلا به آنفولانزا هستن که خوشبختانه تب 355,000 نفر کاهش پیدا کرده. خانم دفنه، الان میتونیم اپیدمی درست کنیم؟ خانم دفنه؟ اپیدمی. آه، حتما. برای مثال فرض کنید که 10 شهروند تو بینگول امروز از مؤسسات بهداشتی استفاده میکنن و با شکایت از تب بالا و کسالت اونها بیماری این شهروندها آنفولانزای پرندگان تشخیص داده میشه. وزارتخانه و واحدهای بهداشتی مجاز به محض تشخیص از وضعیت آگاه میشن و میتونن اقدامات احتیاطی رو انجام بدن و در عرض چند ثانیه مداخله کنن. تمام اپیدمی‌ها که تو کشور ما اتفاق میفته یا مشکلات اورژانسی بهداشتی که اکثریت رو تحت تاثیر قرار میده در کمترین زمان برطرف میشه. آنفولانزای پرندگان، آنفولانزای خوکی، اپیدمی، هر چیزی که فکرشو بکنید. عالیه. عالیه. تحت تاثیر قرار گرفته. دنیا، یه پیرزن و یه بچه از اینجا رد نشدن؟ چرا، همین چند لحظه پیش از اون ور رفتن. بیا. خیلی خوب، قرارداد نهایی رو ببندیم و کارو شروع کنیم. حتما جناب معاون، فقط یک ثانیه لطفا. خانم بارکو، زنگ بزنید خانم یاشین بگید قرارداد بیاره. اونهاش مامان بزرگ، همون مرد است، خودش بود. ببینم تو اون کلاهبرداری هستی که سینه های نوه منو دید زدی؟